ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان خوب و نازنین. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. حال احوالتان چطور است؟ با مکتب و کار چطور هستین؟ امیدوار هستم که خوب باشین و روزها را همچنان به خوبی و خوشی سپری بکنید. امروز چند شنبه است؟ بله، پنج شنبه هست و ما هم باز دوباره در روز پنج شنبه چی داریم؟ استعدادها را داریم با خود. ادای پنجشنبه هم دو تا نازنین همراه ما هست که میخواد که برای ما صحبت بکنه و از چیزای خوبی که در مکتب انجام میده و یاد گرفته برای ما صحبت بکنه. خب بریم طرف دوستای خوب ما و خودش بر شما معرفی میکنه. بفرمایید دوستای نازنین. به نام خداوند مهربان. روز قیامت، روز قیامت چقدر سخت خواهد بود برای بندگان خدا، چقدر دلتنگ خواهد بود. کس و ناکس به خود حیران خواهد بود، کسی بر اعمال خود حیران خواهد بود، کسی ظالم، کسی سودخور خواهد بود، کسی در دزد و کسی رشوت خور خواهد بود. در آنجا پل صراط و در زیر آن دوزخ برای عابد و مؤمن چقدر آسان خواهد بود، برای عابد و مؤمن چقدر آسان خواهد بود. با نام خداوند بخشاینده و مهربان. مروت مایار هستم، متعلم صنف پنجم و در مکتب لیسه عالی خصوصی صاحب الزمان درس میخوانم و امروز بسیار خوشحال هستم که با شما در یک برنامه نشستیم و با شما صحبت میکنم. تشکر مروت جان، بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و به بینندگان عزیز. اینجا رو سنای ندلی مطلب صنف دوم هستم در مکتب صاحب زمان. بله بسیار عالی. سنا جان و مروت جان، مروت جان گفتی صنف پنج مکتب هستی، درست است؟ بله. این شعر زیبایی رو که خواندی میشه بر ما بگویی که از چه کسی بود و چرا ایره در اول بر ما خواندی؟ ببینین این شعر سرود خودم است، چون که من خودم شعر می سرودم و در بخش سخنرانی و نویسندگی عالی هستم، یعنی خوب می نویسم و خوب شعر می نویسم و این شعرم از من. و این شعر چون من وقتی که تمام می باشم و جای فضای آرام می باشم، خوبتر می تونم که مثلا نویسندگی کنم، چون این را من در یک اینمی موضوع رو من زیاد در ذهن می آمدم، جملات در ذهن خوب برابر می آمد و این شعر من بسیار خوش دارم و این شعر مورد علاقه است و این رو من نوشته کردم و می خواهم آمدم و در برنامه زیبای کودک و نوجوان خواندم. خیلی هم عالی، بسیار تشکر از مروت جان. دختر خوب و نازنین هم شاعر است و همی که می تواند بنویسه. خیلی خوب است، پس ما امروز می توانیم که استفاده بکنیم. اینجا خرسی؟ بچه خرسی رو می شناسید؟ سلام جمشید جان خودت هستی؟ سلام اینجا به نظرم که مریم جان و روبابه جان است. خرسی جان خوب هستی؟ به نظر خودت من جمشید هستم؟ من خبر ندارم، مقصد داره که در اینجا کس یک جمشید جان است، یکم مریم جان است و یکم روبابه جان است. خب من دیگه چه خبر که بودم تو رو کدام شسته؟ خب خرسی جان، ما که جمشید نیستم، دو تا دوست خوب ما را که می‌بینی مریم و روبابه جان نیست، روبابه خودم هستم. این دو تا دوست مهربان ما، دوستام مهمانای امروز ما هستن که در برنامه استعدادها آمدن. خب بله، از دیدن خودت خیلی خوشحال شدیم در اینجا. به 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 بله تشکر. چقدر جایتون مقبول است، چقدر استودیویتون خوبش است. نامای دوستای ما را چی گفتی؟ مروت جان و سنا جان. مروت جان و سنا جان چطور هستین دوستا؟ خوش آمدین. سلام خرزی جان، خوب هستی؟ سلام با مروت جان، سلام با سنا جان. سنا جان برای خرزی یکان چیزا بگی؟ سلام خرزی جان، خوب هستی؟ تشکر و کاملا خوب هستم. خوش آمدین. آرستی یا چی کد خود چی آردن برای من؟ چی آردن؟ جایزه آردن؟ توفه آردن؟ چی آردن برای من؟ نه خرسی جان، برای ما جایزه نیاوردن. اما یک چیز خیلی جالب و خیلی خوبه رو که در برنامه متوجه شدیم است که مروت جان شعر میگه، شعرهای بسیار خوبش هم میگه. یک تا از شعرهایش هم امیال بر ما خواند. خودت نبودی متاسفانه، اما امیدوارستم شعرهای بعدش که میخوانم روی ما باشی. و این خیلی خوب است، دوستایی که داخل خانه هستن امیال شاید متعجب شده باشن که مروت جان با سن کمش صنف پنجم که هست چطور تانسته حق شعرهای خوبش بگه، که در ادامه با او صحبت میکنیم که چه قسمی خوب. بله تانست که شعر بگه و بنویسه و از کجا و چه قسمی شروع کرده. مروت جان اگر موافق باشی بر دوستای ما صحبت کن، چه قسمی شروع کردی، چه انگیزه ای باعث شد تا دوستای ما هم بدانن.
من که در صنف چهارم بودم یه انگیزه بر من داده شد، چون من کتاب یک کتاب خود را اولین کتاب خود را من در صنف چهارم که او من از شعر است و خاص برای اطفال که مثلا شعرخوانی میکنن، ترانه خوانی، خاص از ترانه است که اینا مثلا ترانه میخوانن و من از اینجا شروع کردم که استادان بسیار مرا تشویق میکردن، مثل استاد کاظمی، استاد علیا کاظمی که حال ما اگر بیننده ما هستن، من بسیار بسیار از اینا تشکر میکنم، چون تنها الگوی برای ما اینا بودن که اینا مرا انگیزه دادن که ما مثلا این کار کردن میتونم. حتی بر ما کتابچه آوردن که مثلا تو باید دیری شعر بنویسی و این را ما برای تو توفه دادیم، قلم، کتابچه. بسیار اگه استاد مهربان، دلسوز و همیشه مرا تشویق کردن. تنها استاد نه بلکه مکتب مرا تشویق میکنم، مدیر صاحب و سرمعلم صاحب، از اونا هم بسیار تشکر میکنم. تنها استاد کاظمی من نیست، جمع استادان دیگه من میباشم. بسیار تشکر از استاد مهربان که قسمی شاگردار انگیزه میتونه تا اینا بتونه که موفق شد. خوب سنه جان، خودت بر ما بگو تو چی داری برای ما، چه کارهایی بیشتر در مکتب انجام میدی و قسمی دوستای ما رو با خودت بیشتر آشنا کن. من در مکتب خیلی درس میخوانم. خب چند نمره هستی؟ اول نمره صنف هستم. اول نمره هستی؟ نگفتی بر ما صنف چند نمره هستی؟ صنف دوم. خب صنف دوم هستی. صنف اول هم اول نمره بودی، صنف دوم هم. بله. چه قسمی رفتار با دوستا و همصنفی داخل صنفت داری؟ خیلی خوب. دوستشان داری؟ بله. همراهشان در درس هم حتما کمک میکنی؟ بله. بله. خرسی جان، چقدر خوب است که ما با همصنفای ما دوست باشیم، حتی اگر اول نمره هم هستیم، چیزای زیادی هم یاد داریم، اما این قسمی نباشه که همراه از اونا بخیلی بکنیم یا مثلا یک طوری با اونا رفتار بکنیم که من یعنی همه چی رو یاد دارم دیگه، به تو نیاز ندارم. این قسمی نباید باشه، درست است؟ نباید باشه. خب ما رو ورتار گفته که شاعر هستی، یک شعر درباره جنگل خوشبختی برای ما جور میکنی؟ بله چرا نه؟ باز در جنگل خوشبختی که آمده بر ما شعر بخوان که ما خوب لذت ببریم، خوشی ما بیاید. صحیح، حتما که یک شعر هم بر جنگل خوشبختی بر ما میگه. حتما بگوی. بخاطر که در اهالی جنگل خوشبختی کسی که شاعر باشه شعر بگره زیاد دوست دارن. حتما باز دعوتت میکنیم در اونجا. بله. خب مروت جان، یک شعر کوتاهی که به یادت باشه و به دمو مجموعه شعری که گفتی خودت سروده برای کودک‌ها و برای اطفال، اگر از حفظ باشی میشه که بر دوستان ما بخونی؟ از حفظ اولین شعر ما که بود درباره کودک بود که ما این شعر نوشته کردیم در خانه، درباره کودک بوده که این اولین شعرم بوده که ما در صنف 4 سرودیم. و آره براتون میخونم اون شعرم. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. کودک، کودک از آینده ساز، کودک از ماهتابان، کودک از زیبای خانه، کودک از آینده ساز، کودک المانه را آموزد، کودک وطن را بازسازد، کودک مکتب می رود، وطن را آباد می سازد، کودک از آینده ساز، کودک از آینده ساز، کودک از آینده ساز. بابا تشویقش کنیم. تشویق کنیم. آفرین آفرین. خیلی قشنگ سروده. و واقعا که چیزای خوبی گفته. درسته فول خرسی جان؟ بله بسیار. مثلا کودک است که شیرینی خانواده هست، کودک است که آینده رو می‌سازه، کودک است که مکتب میره و همه این چیزایی که حقیقتا وجود داره تو خودت در شعرت آوردی. بله. این خیلی خوب است. بود. بله. یاد بشم اومد. خرسی جان؟ بله. مروت جان گفت که من میتونم بنویسم. باید ازش بپرسیم که تا هنوز وقتی که در مکتب مثلا مراسم برنامه ها گرفته شده خودت نوشته ای را خودت نوشته کردی که او را مثلا در برنامه خوانده باشی، دوستات متعجب شده باشه که وای چقدر مقاله خوبش بود، این را که برات داده، بعد اونجا گفته باشی که خودت میره سرودین؟ سخنرانی خود در مکتب زیاد کردیم. اما ما یک سخنرانی در روز عاشورا کردم که زی عاشورای گذشته که ویدیویش در واتساپ مکتب هم وجود داره که مدیر صاحب بسیار ازش خوشحال شد، استادا ازش متعجب شدن. من گرچه در باره عاشورا قدر معلومات نداشتم، اما در همین تلویزیون تمدن یک برنامه بود به نام دبستان محرم فکر کنم. خب او را که دیدم می کارتون حضرت حسین علیه صلات و سلام بود که اونجا مثلا چی رقم شد، زندگی نامش بود. از اون من مختم و اینجا آمدم و در سخنرانی کردم و مدیر صاحب بسیار خوشش آمده بود، چون که من
بسیار عالی. اگر چامادگی هم نداشتم و در ظرف یک روز از تلویزیون تمدن این برنامه را دیدم و چقدر عالی، چقدر هم خوب. خب خرسی جان و سنا و مروت جان، اگه اجازتان باشه دوستای نازنین منتظر هستن یک میان برنامه ببینیم و دوباره برگردیم. درست دوستای نازنین با هم میان برنامه رو میبینیم و با ما باشید. باز هم شما دوستای خوب و نازنین خوش آمد میگیم. بریم ببینیم که سنا و مروت جان دیگه چی گفتن یه های بر ما داره. البته این بار از سنا جان میشنویم و به نظر سنا میخواهی که بر ما یک شعر بخونه. بیشتر دوست کیست؟ جامچه جان کی آمده؟ میمار آمده؟ جامچه جان نیست؟ جامچه کجاست؟ من جامچه کار دارم. سلام گابی. روبابا جان سلام. سلام چطور هستی؟ تشکر من خواستم. خودت خوب هستی؟ کجا هستی؟ من همینجا هستم. نیستی؟ چطور از این طرف ها؟ نه من هستم. نه کم پیدا هستی که هیچ نگو. نه ما خودت ها نمیبینیم. ما را نمیبینیم؟ نه یعنی آلی میبینیم این گامی جان. من را ترساندی. من خیر را گفتم همیان ما را نمیبینیم. نه میبینیم این گامی جان. بله دوستای ما را میبینی؟ نه آمدن. بله نه آمدن. در برنامه نه آمدن. همیشه میباشن. آه نه امروز در برنامه مهمان ما هستن. مهمان هستن. برشون سلام باید بتی گامی جان. چقدر خوب. سلام سلام دوستکا خوش آمدین. زیاد خوش آمدین. سلام گامی جان. نامتون چیست؟ خرسی برم گفته بود. یکیش مروت جان. آفرین یکیش مروت جان است. آه دیگهش حسنا جان. نه چی؟ خودت برشون بگو. نه من سنا. سنا جان است. سنا جان چطور هستی؟ جانک جون است؟ شکر. آه چقدر دخترکای خوبه. بله گامی جان. روبابا جان چقدر لایق هستن. آه لایق هستن نام خدا. یکیشان شیرم میگه. آه ای را خودت هم شنیدی؟ آخرسی جان منم جان. بله مروت جان شعر میگه. شعر میگه؟ همچنانم که مقالای خوبی هم مینویسه. مقاله هم مینویسه شعرم میگه. خب گابی جان اگه موافق باشی ما خودت و دوستای ما گوش بتیم به شعری که سنا جان میخواه بخونه. خب سعیستم گوش بتیم. بله خب شعر ما درباره حضرت محمد است. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چه روزی خوبیه، تولد پیامبره، همون که از تاریکی ما را به نور میبره. او حضرت محمد پیامبر مسلمان است، او اسوه محبت و صداقت و مهر و وفاست. صلاح او محبت و کتاب او قرآن، سچشمه هدایت سعادت انسان، سعادت انسان. بله آفرین. چقدر شعر زیبایی و با ریتم زیبایی هم خواند گاهی جان. زیاد خوبش خواند. بله. این شعر حتما که بله. چادر تا نها گرفتی؟ آه چادر من. بله تشکر. آه چقدر خوبش هست. زنده باشی. چقدر تو خوش سلیقه بودی رو بابا جان. ما خبر نداشت. تشکر گابی جان. تشکر. چقدر خوبش هست. چند گرفتی؟ بله چند گرفتی؟ به هر حال بمانه دیگه گابی جان. به درد خودت نمیخوره گابی. به درد من خوب بیازو نمیخوره. اگر خوردنی باشه که به درد من بخوره. متاسفانه کدام خوردنی هم نداریم. بعد از برنامه برات حتما نگان چیز میتونی. سعیز دا از دوستان ما کلان شعر گفتی بخوانه. شعر خواندن. کل قصه را کردن. هیچ نگفتن چیره خوش دارن. از خوردنی چیره خوش دارین مروت جانا؟ سعیز جوابشو بده مروت جان. چیره خوش دارین؟ از خوردنی شاید برتان جالب معلوم شد. از خوردنی زیاد که من خوش دارم، اگرچه بچه های زیاد اونا را خوش ندارن. زیاد از سبزیجات پالک خوش دارم. بسیار عالی است. شاید خیلی از دوستان ما رو خوش داشته باشه. ما هم خوش دارم. ما مقا خوش دارم. گاوی جان خیلی پالک دوست دارم. مروت جان تو خود در رنگم زیاد چیشتی. امران دوست میشی یا؟ حتما که دوست میشه گاوی جان. خوب سنا جانم خیلی دخترک خوبی است. بله صد در صد. هر دوش دوستم میشه. سنا جان تو از خوردنی چی رو خوش داری؟ از خوردنی من بسیار گندنه رو خوش دارم. اوه یه هم خود سبزیجات هستی؟ بله سبزیجات دوست دارم. چقدر خوب از سبزیجات خیلی برای بدن فایده داره. و یکی مروت جان
پالک را دوست داره. خیلی خوب است. خیلی چیز خوب است. بله. رباب جان اردیشون مثل ما آره سبزیجات زیاد دوست دارن. بله سبزیجات دوست دارن. اقا سبزیجات دوست دارم. اقا زیاد میخورم اگانده. خب میشه جانت اما به نظر من نباید زیاد بخوری. خورو بابا جانش خدا گرفتار نمیتونو. نه باید کنترل بکنی. یه قسمی نمیشه که هر چقدر که دلت خواست بخوری. باز قسمی در جنگل خوشبختی یادم است که خیلی وقتا باز مریض میشی از اما خاطر برات میگم اینجا خوب شد دیدمت که بگم کمتر بخور گاوی جان. کمتر میخورم رو بابا خب گاوی بیا بریم طرف مهمانا. راست میگی مهمانا خیلی طرف. خب مروه جان در مکتب و در کل کدام مضمون خیلی دوست داری که همیشه تمرین میکنی میخوانی و همیشه نمراتت هم در اون مضمون عالی بوده؟ مضمون داری بوده. بله چون هم شعر میگه هم میلیسه پس قطعا مضمون داری رو خیلی سرش تمرکز داره. خودت سنا جان؟ من مضمون ریاضی رو زیاد دوست دارم. یعنی که خوب میتونی سوالای ریاضی رو حل بکنی درست است؟ بله. و آیا به دوستات کمک میکنی؟ جانه چی شد؟ ریاضی یادم آمد. چی شده؟ ما کارخانگی های مش نکدم. الا تو خواه اینجاست؟ سوک ریاضی داره نه. هیچ خوشم نمیای از ریاضی. خوش سوال های سخت سخت هست. هیچ حل نمیتونم. نه. هیچ کلم کار نمیکنم. گاوی جان. ببین سنا جان چی گفت؟ گفت مضمون مورد علاقه ام ریاضی هست. یعنی ما میتونیم که اگر کوشش بکنیم ریاضی رو هم دوست داشته باشیم مثل مضمون های دیگه. سنا جان یک راهکار برش بگو چه قسمی میتونه که ریاضی رو خوب یاد بگیره. خوب گوش بده گاوی. به گپای استاد خود اول گوش بکنیم. بله. بعد سوالا رو اول ببینیم که جمع است یا ضرب است. باز بعد حل کنیم. راست میگی. ما خود زیاد گوش میکنم. همین که میشنم که سوال حل کنم گوش نمیشم. میرم اگان چیز میخورم پس میایم کل چیز از یادم میرم. به خاطر این است که گاوی جان باید قبل از اینکه سر صنف بری صبحانه‌ت کامل بخوری و وقتی که سر صنف نشستی تمام هوش و حواست در استاد باشه و درس. بله وقتی هم که از مکتب رفتی خانه باید اول غذایت بخوری بعد بری طرف درسایت. راست میگی رو بابا جان. بله. خوب شد گفتی. خب حالا میخوای همراه ما باشی یا میخوای بری که کارخانگی های تنجا؟ رو بابا جان ما باید بروم کارخانگی ریاضی ما بکنم. سعیست گوی جان سعیست. ما رفتم. رو بابا جان. چیزی هم نکنی. رو بابا جان. بله. چه رقم بگویم برات؟ بگو راحت باشی. یک صفیش میارم برات تو همراهم کمک کن سعیسته. گاوی جان باید خودت حل بکنی قسمی تقلب میشه بازی فایده نداره بر خود. اون زیاد است رو بابا جان خود. خیر از امرت کمک میکنم. صحیح است ما میرم میارم کتابچه ما باز. هر دوی ما میشینیم حل میکنیم. صحیح است. مال ما مهمان داریم گاوی جان. رفت. خب خیر است. سنا جان برام یگان خاطره یا داستان میخوای تعریف کنی در مکتب وقتی که بودی با هم سنفایت کدام حادثه خوب یا مثلا دلخراش برات اتفاق افتاده باشه را با دوستان ما قصه کنی. اگه یادت بیایه مثلا در صنف اول در صنف آمادگی تو هنوز که در صنف دوم هستی یکان خاطره اگه در ذهنت باشه. خاطره در ذهن نمیاد. خب خیر مروت جان. رو بابا جان. وای رو بابا جان. بله بله باز برگشتی. سوال خب یک سوال میسته نو جمع چند بود؟ هشت نه نو جمع نو چند میشه؟ نو ده چند میشه رو بابا جان؟ برو سوالت خوب دقت بکن بعد بیا بپرس. نه نو جمع نو چند میشه رو بابا جان؟ خب دوتا نو رو با هم جمع کنی نمیگی؟ سالا جان تو بگو سالا جان بگو نگو سالا جان باید خودش بره حل کنه. این سوال آسان است ما همه میتونیم جواب بدیم. دوستای داخل خانه میدونن که سوال چه قصه آسان است اما نباید ما برات بگیم باید خودت بری. نه رو بابا جان. پیدا کن. نه ما نمیگیم. ای نه رو بابا جان. سوال به آسانی میای. یک روز کارتون بر میشه رو بابا جان. یک قسمی خود نیست. میای پیشم خود رو بابا جان. میای یک روز. ناراحت شد به نظر. خب خیر است. مروت جان خودت بر ما یگان خاطره از دوران مکتب تعریف میکنی؟ بله چرا نه؟ من در صنف اول بودم. خب در صنف اول یک استاد بسیار مهربان داشتم اگرچه از صنف اول استادان شمعش مهربان میباشه چون ما این نسل بودم ما همیشه چون مضمون دری یکم زیادتر میدون رزو زود میکردم میرفتم پیش استاد. خب استاد چون ناظری را جور میکردم پلان خود نشته میکرد یک میز بسیار بزرگ داشت دو طرف هم یک فایل بچه فقط بسیار کم جای بوده اونجا.
من رفتم اونجا همیشه گازگازو میخوردم، یک دست بالای میز استاد، یک دست بالای میز دیگه میموندم گازگازو میخوردم. دسر سن؟ روزی دسر سن، استاد چیزی نمیگه. خدا شوخ هم بودی؟ من شوخ بودم زیاد، حالا هم شوخ هست، یکشم شوخ طبیعت. وقتی که میموندم روزی اینا میرخم بودم دیگه، دستم یک دفعه خطا خورد، افتادم بین دو میز. بین دو میز که افتادم، بارز بخش. استادم زیاد دو خطا خیست آمد، گفت چیه پس؟ گفتم استاد دیگه چه گفه نیست هیچ. و بازم که دیگه زیاد آگار شد رفتم در چمکی خود چیستم بوده. آگارم شده بودی؟ آگار شده چی نیست؟ بله 100%. اما در وقت دیگه نمیتونسته چیزی بگیه، چون خود مروت جان مقصر بوده و استادم دیگه اونجا چیز برش نمیتونسته بگیه. اما کوشش کنیم که کاری که به ضرر خود ماست، یعنی میتونه که خود ما را دوچار مشکل بکنه را انجام نتیم، درست است؟ خیلی جالب نبود، یعنی جالب بود اما اینکه خودت مثلا آگاه شدی متاسف هستیم، ولی یه خاطره بوده که بالاخره بعدها حتما او کار دیگه انجام نمیدادی، درست است؟ نه. مروت جان، بله. مروت جان، بله. برام یک شعر میگی؟ گاوی به نظرم که امروز دلت به درس خواندن نیست، درست است؟ بابا جان کارخانه یای ما کلش تیز 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 کدوم آمدم. مروت جان برام یک شعر کارخانه گیر انجام بده و برگردن؟ نمیشه گاوی جان. نمیشه؟ نه. برام شعر نگویا؟ نه، باید با هم دیگه میان برنامه ببینیم گاوی. خب؟ بله. موافق هستیم بچه‌ها؟ بله. یک میان برنامه ببینیم. دوستای نازنین بعد از میان برنامه همراه ما باشید. دیگه چطور هستی؟ بله دوستای خوب و نازنین، باز هم خوش آمدید و ممنون از این که ما مهمان نگاه های گرم شما هستیم و تا این لحظه ما را همراهی کردین. در قسمت پایانی برنامه کودک و نوجوان هستیم. سنا جان امروز بر ما کمتر صحبت کرده و میخواییم که بر ما صحبت بکنه و بگه که چه قسمی برنامه ریزی داره، درسایش چه قسمی میخونه در طول روز، وقتی که صبح از خواب بیدار میشه چه قسمی تا آخر روز را بر خودش یک برنامه ریزی داره. بر ما میگی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. من که از مکتب خانه میروم، اول نان من میخورم، باز بعد میرم کارخانگی خودم میکنم. خب باز یک چند ساعت خواب میکنم. بسیار خب، یعنی که به محض اینکه از مکتب خانه رسیدی اول میری غذا میخوری، اول کارخانگی خود انجام میدی؟ استاد گفته حتما حتما باید کارخانگی انجام بدی، دیگه وقت چیکار میکنی؟ اول کارخانگی انجام میدی، اول نان میخوری؟ اول نان خودم میخورم. بله، استاد همیشه ایره میگه که اول نانتان رو بخورین، خستگیتان رو رفع بکنین، بعد از او برین با ذهن آرام طرف حل سوالا و کارخانگیتان، درست است؟ بله. خب مروت جان، گفتی که شعر میگی، مقاله میگی، تو هنوز به عنوان خاص مثلا کدام مضمون خاص مقاله نوشته کدی که یک عنوانی برش داده باشی، مثلا درباره وطن، معلم، پدر و مادر یا کدام چیز دیگه؟ در مقاله نویسی خب من زیاد عنوان دارم که در باره زیاد عنوان مقاله نویسی کردیم. اینجا اگه داخل کتابچه نمونه داشته باشی؟ این کتابچه فکر کنم از شعر است. درست است؟ از شعر است، در اینجا دیگه و چی موجود خب میشه که ببینیم برای دوستان ما نشان بدی عنوانای شعری تا بر ما بگی؟ عنوانای شعری ما هست؟ بله. یکی که هست به نام یتیم افغان. یتیم افغان دیگه معلم است، کودکی است، بعد از اون روز قیامت است که ما اونجا در اول برنامه خواندم. بسیار عالی. چه کسایی مروت جان را در خانه خیلی تشویق میکنن، همراهیش میکنن تا که قسمی تانسته پیشرفت بکنه و نام خدا با این زبان و با این گفتار در این مرحله برسه؟ از همه کرده بیشتر مادر پدرم مرا زیاد تشویق کرده که مثلا وقتی که پارچه را به خانه میبرم مادرم خودش میگه من مطمئن میباشم که دخترم مثلا اول عمره میباشه. چون ما وقتی که همیشه چی خود را بردیم، پارچه خود را بردیم، بله، اطلاعنامه خود را بردیم، هم توفه گرفتیم، هم زمان وقتی کسی در مکتب ما اول عمره عمومی میشه از بخش اداره توفه دریافت میکنم. سیاره. و هم از پارچه بسیار عالی که نمرات بسیار عالی در او درج می باشه،
از اون تا بالا در کدام مضمونی نمونه و قدر نمره کم بردیم، اگر کم برده باشم یک 38 یا 2 یا 4 نمره ما کم بردیم، از این کرد ما کم نبردیم. بسیار عالی، انشاءالله که همیشه همین قسمی موفق باشی. سنا جان این شعر را حفظ کرده بودی و بر دوستای ما خواندی، چه قسمی دوستای ما شعرها را حفظ بکنن؟ بعضی ها خیلی سخت است که شعرها را از حفظ بخونن و همیشه سعی میکنن که از روی ورق بخونن، چه قسمی میتونن که امور را زودتر حفظ بکنن؟ من خانه که رفتم، بله، اول شعر ما حفظ کردم، باز صبح که استادم پرسون کرد خانم. یعنی میگم که شعر چه قسمی حفظ میکنی؟ اول او رو روی کاغذ مینویسی، بعد که آهسته آهسته کم کم حفظش میکنی، یا امی قسمی زود میتونی وقتی که یک نفر میخونه حفظ بکنی؟ ام مینویسم ام میخونم. یعنی اول مینویسه بعد او رو سعی میکنه که کم کم چیکار بکنه؟ حفظ بکنه. مروه جان خودت چه قسمی شعرها رو حفظ میکنی؟ شعرها اگرچه که من مثلا وقتی که گروهی باشه اشعار، مثلا ما اینال در گروه فرنگی، من در گروه فرنگی هستم، وقتی که ما مثلا ترانه خوانی میکنیم اینجا، ما وقتی که گروهی میخونیم هم صدای دیگر رو به گوشی میرسه و هم خودم حفظ کرده میتونم، در اون وقت من زودتر حفظ کرده میتونم. اگر مثلا در موسیقی داشته باشه و ترانه، بله، هم از مثلا از طریق دایک ما حفظ کرده میتونم، چون ما زیاد تکرار میکنیم همین ترانه زیاد. بله. یکی که من از کتابچه میخونم اشعاری که مثلا مثل ترانه باشه، نه مثل که نام های خداوند، چون ما در هر سال مولود با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تجلیل میکنیم و در مکتب ما مثلا نام های خداوند حالا کم کم در حال حفظ کردن هستم. بسیار عالی، ترانه خوانی نمی رخم از یاد خوبتر حفظ کردن میتونم. بسیار خوب، گروهی باشه. خیلی عالی. سنه جان میخوای در آینده چی کاره شوی؟ من میخوایم دکتر شم. دکتر میخوای شم، پس یعنی که خیلی سعی میکنی، درست است؟ بله. درسایت یعنی خیلی منظم میخوانی، انشاءالله که بتانی در هدفت برسی. خودت چی مروه جان؟ من هم چون شغل پدرم دکتر است و بسیار به این شغل علاقه مند استم، من هم میخوام دکتر شم. خب میخوای که دکتر شوی، انشاءالله که بتانین دکترای موفق در آینده باشین و پیامت برای دوستای داخل خانه ما بگو. پیام ما این است که این جمله را شاید زیاد کودک ها شنیده باشه که کودکان آینده سازانه که نسل آینده هستن، که باید کوشش کنن، تلاش کنن. و پیام دومی می است که ما باید یک دختر که ما مثلا اینجا نشستیم در این برنامه آمدیم، بخاطر که ما کوششات زیادی داشتم تا که در رشته مورد علاقه خود در مورزهای خود برسم، از امارت اسلامی خواهان هستم که مکتبای ما را بر روی ما بازگشایی کنن. باعث یک دختر اینمی خواسته را دارم دیگه بس. خب سنا جان خودت چی گفتنی داری بر دوستای خوب ما؟ من گفتنی هایی دارم که درس بخونین و کوشش کنین که خوب درس بخونین، در آینده یک کار شوین. بله، تشکر از هر دو دوست خوب ما، تشکر از شما که دعوت ما را قبول کردین و آمدین در برنامه امروز. انشالله که همیشه موفق باشید. خیلی خوشحال شدیم. تشکر. خب دوستان خوب و نازنین، انشالله که شما هم از گفته های سنا جان و مروه جان استفاده کردین و انشالله که همطور که دوستان ما هم گفتن بتانیم همیشه کوشش بکنیم، تلاش داشته باشیم تا به اون چیزی که میخواییم برسیم. امیدوار هستم از برنامه امروز هم خوشتان آمده باشه. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان. Come on.